در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، از این خط ارتباطی سه کشور بیشتر به ما بگو. فریبا، دیروز دوشنبه 16 اکتبر برابر با 24 مهر ماه یک مقام ارشد کره جنوبی که نخواست نام او فاش بشه اعلام کرد که کشورش به همراه ایالات متحده آمریکا و ژاپن یک خط ارتباطی مشترک و سه‌جانبه رو در بحبوحه چالش‌های پیش رو در ارتباط با چین و همچنین تهدیدات نظامی در حال گسترش کره شمالی ایجاد کرده. گفته میشه این خط تلفنی سه‌جانبه مشترک شورای امنیت ملی سه کشور رو با هم مرتبط میکنه و این تماس در حالی صورت میگیره بعد از البته دیدار رؤسای جمهور آمریکا و کره جنوبی و نخست وزیر ژاپن در ماه آگوست در کمپ دیوید که در جریان اون بر لزوم تعهدشون به مشورت با همدیگه توافق کردن. ایجاد خط ارتباطی مشترک همزمان هستش با افزایش نگرانی ها در خصوص اینکه پیونگیانگ و پکن بخوان دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزنن در زمانی که آمریکا درگیر تنش در خاورمیانه و درگیری و جنگ اسرائیل و حماس هستش و البته جنگ طولانی روسیه در اوکراین. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید چهارشنبه هفته گذشته به خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی هم گفت که تلاش‌ها در ارتباط با افزایش قابلیت‌ها در ارتباط با این تماس سه‌جانبه میان سه کشور وجود داره. این ایجاد این خط مشترک در حالی صورت می‌گیره که کره شمالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خودش رو در چارچوب یک سیاست هسته‌ای تهاجمی که در قانون اساسی این کشور هم تصریح شده دو برابر کرده. در همین حال نمایندگان ارشد هسته‌ای این سه کشور آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار است امروز سه‌شنبه در جاکارتا با یکدیگر دیدار کنند و پیرامون واکنش‌های مشترک در ارتباط با ارسال مشکوک تسلیحات نظامی از سمت کره شمالی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین گفتگو بکنند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کردش که کره شمالی بیش از 1000 کانتینر تجهیزات نظامی و مهمات رو به روسیه ارسال کرده برای استفاده در جنگ اوکراین. گفتگوهای سه جانبه در حالی قرار هستش که امروز انجام بشه که خبر سفر آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کره شمالی طی فردا و پس فردا چهارشنبه و پنجشنبه اعلام شده. در همین حال دیروز هم نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره و همچنین فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی با هم دیدار کردند و در خصوص همکاری‌های نظامی میان کره شمالی و روسیه در جریان اون دیدار هشدار دادند.